منتها یه خبر خیلی مهمتری که در واقع اعلام شد، انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هست. ما زمانمون خیلی کمه، خبری هم که اومد و حتما دیدید دیگه، بعد دو دقیقه فقط بعد از اون همه بحث و بررسی و صحبتی که راجع به مربی تیم ملی کردیم و گفتن قطعا داخلیه تو همین برنامه، مسئول عزیزمون از فدراسیون فوتبال ایشون یعنی آقای دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی ایران معرفی شدن با تایید امیر مهدی علوی و بقیه دوستانی که در فدراسیون هستن. نظرات آقای شاردی آقای مسئولیان دو دقیقه. عرض بفرمایید. آقای جباری، میخواستم نظرتون رو راجع به انتخاب آقای دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بشنوم. پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران یه پروسه واقعا عجیب و غریبی واقعا بود، و اینکه امروز این خبر از سایت رسمی خود فدراسیون فوتبال به بیرون اومد و اکثر اهالی فوتبال توقع همچین انتخابی رو نداشتن، انتخاب امروز نشون میده که اون ایجنت و اون دلالی که آقای دراگون اسکوچیچ رو به فدراسیون فوتبال معرفی کرده و تونسته توافق رو حاصل بکنه و قرارداد امضا بشه بسیار قوی است. خدمت رو عرض کنم که به نظر من تصمیم فدراسیون فوتبال یه تصمیم فاجعه است، به این دلیل که تمام چرخشاشون رو کردن که از بیلموتس خارج بشن و یه مربی خوب اعلام کنن. اینا کاری خواهند کرد که ما با ذره‌بین باید دنبال آقای کیروش بگردیم. با احترام به این دوست عزیزمون که باید خیلی خوشحال باشه سرمربی شده، گزینه‌های داخلی به هر مدلی که میشد ازشون استقبال بشه به همون مدل بهشون توهین شد. یعنی ما فوتبالمون داخل فوتبالمون انقدر توانایی مربی داخلی نداریم که این عزیز میشه سرمربی تیم ملی فوتبال ما. با ملوان بند انزلی ششم شده، خونه به خونه تیمش نیومده بالا، با فولاد ششم شده، الانم یک ماه مردم آبادان رو گذاشته سر کار، قلبم درد میکنه، فلان جام درد میکنه، میخوام برم از فوتبال ایران. ببینین چه سیستم مافیایی قوی پشت این صحنه است که این آدمو با این رزومه داخل کشور ما میان وارث فوتبال ملی ما میکنن به جای کیروش. بعد اون وقت آقای قلعه‌نویی، علی دایی، یحیی گل محمدی، ایکس 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 و ایرگ، کلا مربیایی که ما در حال حاضر تو فوتبال کشورمون داریم اصلا دیده نمیشن. یعنی عملا بزرگترین توهین رو به فوتبال ما و به خود ما فدراسیونمون میکنه. چجوری ممکنه محمد جان یه همچین مربی تو آبادان قلب درد بگیره و پا درد بگیره و بگه من میخوام برم، بعد امروز بیاد سرمربی بشه؟ من خیلی دوست دارم بدم این تیم پالرمویی که این مربی رو گذاشت سرمربی چقدر به فدراسیون ما مسلطه. پس چرا فدراسیون ما دم از مربی داخلی و استعداد میزنه؟ پس ما چرا انقدر کلاس پرو لایسانس میریم؟ تک تک رزومه های ما رو داخل کشورمون تو همین چند سالی که این عزیز بوده اعلام کنن، همه ما رو اعلام کنن. چطور اصلا محمد جان من میخوام یه چیز به شما بگم، چطور ممکنه این جایگاه به این آدم برسه؟ اصلا نداریم علی آقا، زمان خیلی کمه. آقا رضا خیلی واقعا رضا جان ببخشید، امیدوارم که روزی برسه که به مربی ایرانی بها بدن، و الان من تعجب کردم ایشون شد. حالا ما ارق ملی داریم، باید حمایت کنیم. قطعا از تیم ملی حمایت بحث اصلا مشخصی هست، ولی کامل راجع به سرمربی تیم ملی نحوه انتخاب و اینا علی آقا بزنیم برای دوشنبه و برنامه‌های بعدی. خیلی ممنونم. حق مربی ایرانی پس کجا تو این مملکت؟ سیستم این مملکت میگه آقا باید از سرمایه داخلی استفاده کرد. توهین بس دیگه. حدود علی خیلی ممنونم ازتون کردین. آقا رضا متشکرم. بنده با بخشی از صحبت‌های جناب مسئولیان موافق هستم و با بخشیش موافق نیستم. مربیان باید احترام همدیگر رو داشته باشن. من یه بخشیش رو موافقم. منم حرف آقای مسئولیان نمیزنم. واقعا دستمریزات داره با آقای رضا فیض ایجنت آقای دراگون اسکوچیچ که انقدر تونسته این فرد رو نزدیک بکنه به فدراسیون فوتبال، و تو 24 ساعت یعنی تا دیروز من خبر موثق داشتم که قرار بوده وحید هاشمی از آلمان بیاد امروز یه مذاکرات رو داشته باشن تا شنبه ایشون بشه سرمربی موقت، اما تو 24 ساعت تمام معادلات تغییر کرده و امروز آقای دراگون اسکوچیچ شده سرمربی. یکی از مطالب عمده‌ای که در مباحثمون کمتر بشه توجه میکنیم، یا به هر حال عشق به ورزش و فوتبال و اینا ما رو
کمتر به اون سمت میبره این است که ما راجع به یه جامعه ملتهب حرف میزنیم، ما راجع به یه جامعه حرف میزنیم که به قول شما نه دلار داره، نه نفت میتونه بفروشه، نه نمیدونم انتخاباتش جوره، نه تظاهراتش جوره. ما راجع به یه جامعه حرف میزنیم که من همینم که هست رو تعجب میکنم. من همینم که الان میبینم 50-60 هزار نفر رفتن بازی دیدن و بالاخره خدا رو شکر که کسی هم چیزیش نشده و بازی هم با خیر و خوشی تمام شدرم، میگم خدایا شکرت. نه اینکه حالا راضی باشم، میگویم که ما راجع به چنین جامعه حرف میزنیم. اگه علی دایی مسئله ای داره، در اون جامعه کی نداره؟ تیم ملی بسیار مهمه دی، همم ادعا میکنن آقای همین آقای منصوریان 2 ساعت در نفی اسکوچیچ و اینکه حالا که این شده دیگه مربی، اگه شما میخوای حمایت از تیم ملی بکنی دیگه این حرفا نیست، دیگه تموم شده. روزی برسه که به مربی ایرانی بها بدن و الان من تعجب کردم ایشون شد. حالا آقای شاهرودی میگه باید به مربیان ایرانی چی کنیم، و با همین تیم ملی امید دست شما بود. حکم کلی نمیشه داد، این فوتبال همه جاش ایراد داره. فرض کنید من الان در این شرایط ها شده بودم رئیس فدراسیون فوتبال، چیکار میکردم؟ کیو می آوردم که هیچ حرفی توش نباشه؟ همین کیروش رو انقدر بدیشو گفتن وقتی که بود، من با خلقیات کیروش مخالف بودم، ولی از نظر کلاس 50 بار گفتم که اصلا قابل مقایسه با کل فوتبال ایران نبود. آنچه سر ما می آید هر چی کمتر غیر نرمال باشه، من فعلا می گویم که خدا رو شکر برای این که حالا فرض کن مثلا وحید رو آورده بودم، وحیدم تجربه، وحید هاشمیان رو حزم کنم، او هم تجربه لازم رو نداشت. فرض کنید آقای قلعه نوعی می آمد، یک سری بحث دیگه می آمد، ما شدیم کشور بحث. همم باید اینو بپذیریم که یه گوشه، البته ما که تو خارجیم ولی اونا که تو داخلن، هر کسی یه تیکر گرفته. خود مثلا فراد مجیدی رو نگاه کنید که من خیلی طرفدار این بودم که او بشه مربی استقلال به جای اسراماچونی، تو برنامه هم گفتم به خاطر اون مبلغ هنگفتی که اسراماچونی میخواست. ولی شما نگاه کنید، مجیدی کمک اسراماچونی، بعد سرمربی استقلال، بعد رفته شده سرمربی تیم ملی امید، بعد اومده دوباره برگشته استقلال. خودش رو دیدم راجع به چیز که ازش پرسیده بودن راجع به آقای اسکوچیچ، گفته که فقط این اتفاقات تو ایران میفته. آره فقط واقعا تو یه فصل یه مربی تو 6 تا باشگاه و تیم ملی و اینا نمیره، فقط تو ایران این اتفاق میفته. چرخه و این سیکل معیوب هست. همه ما خیلی خوب میدونیم زمانی که آقای کیروش بود، اگر یه قرارداد درست بسته میشد، اگر به تعهدات درست عمل میشد، اگر میتونستن اون شرایط رو مدیریت بکنن آقای کیروش، و ازش میخواستن در کنار اون فعالیتی که برای تیم ملی انجام میده، مربیان دیگر هم زیر دستش حداقل کلاس های بازآموزی میذاشتن که از این 8 سال ما یک نتیجه میگرفتیم و بعد از رفتن اون دچار دستپاچگی نمیشدیم که چه کسی بشه و سرمربی تیم ملی ایران میتونست مثمر ثمر باشه. بنده هم اعتقاد دارم آقای اسکوچیچ، درسته حالا با خونه به خونه، با بول، با ملوان بندر انزلی، با فولاد خوزستان و همین نیم فصل اول با نفت آبادان، فوتبالی که نفت آبادان بازی کرد در نیم فصل اول قابل ستایش بود. من نباید انصاف رو نادیده بگیریم. من اونجایی آقای جباری مشکل پیدا میکنم که هر وقت تو هر شرایطی اگه ساز ما زده بشه، بدترین حالتم باشه میشه بهترین حالت. دقیقا. اگر ساز دشمن ما، رقیب ما، حریف ما زده بشه، همه چیز میشه از بد بدتر.
یک مربی رو یه عده آدم نشستن انتخاب کردن. شما میگویی یک مافیا آمده. خب این همه این فدراسیون فوتبال درگیره دیگه وقتی که شما این حرف رو میزنی. اگر این فدراسیون فوتبال مافیاست که من نمیدونم که هست یا نه، شما میگی. شما آقای شارودی چر شدی کمک مربی تیم امیدش؟ شما آقای استیلی چر شدی مربی تیم ملی امیدش؟ شما آقای منصوریان چرا از این باشگاه به اون باشگاه میری؟ بعد این سبک حرف زدن، این آقا که باید خیلی خوشحال به آقا این از فرهنگ، آقا اینو دور کنید از خودمون. هر کسی رو شما امروز انتخاب میکردید، عرض کردم این جامعه انقدر متلاطمه، نمیبینید چقدر متلاطمه؟ نمیبینید چه اتفاقاتی توش هر روز میفته؟ این سوژه شد که وقت تلویزیون برنامه زنده رو اون و اون مجری کم تجربه که یه خبر به این مهمی و به قول فرنگی ها کانتروورشالی رو، خبر به هر حال بحث برانگیزی رو یک دفعه رو آنتن آزاد میگویی که چه نتیجه بگیری، بگی خوبه این کار، بده این کار، مگه این کار اینجوری میشه باش بررسی کرد؟ خب این چیزا که این فضای متلاطم رو متلاطم تر میکنه. اصلا بحث مربی تیم فوتبال اینا اشکالات جامعه ما نیست، اشکالات 15,000 میشه. یعنی من اگه اول بخوام این ورزش رو درست کنم، اول این آقای سلطانی فر ازش خواهش میکنم، بعد این فدراسیونا رو شروع میکنم از متخصصین، از آدم حسابی ها، از تازه اینا بودجه میخوان، اینا پول میخوان، ندارن پول. اصلا این فوتبالی که بازیکنش یا مربیش میلیارد میلیارد از پول بیت المال رو میگیرد، همخوانی با شرایط جامعه ما و بنزین 3000 تومانی و اینا نداره، با حقوقای به این کمی. منتها این اهالیش فقط مسائل خودشون رو میبینن. البته گاهی یه پستی چیزی یه گوشه میذارم. آقای جباری بفرمایید. ببخشید آقای رضا شاهرودی، جناب آقای، اولا بذارید من حقیقت تیم ملی امید رو به شما بگم. تیم ملی امید دقیقا یه بچه سرراهی بود، هیچ بودجه‌ای رو همه جان ببخشید من یه تو پرانتز یه جمله بگم. من اسم این بچه ها رو که شاهرودی، منصوریان، دوستان من، همه اینا رو من باشون آشنا هستم، تو جام جهانی فرانسه به خصوص اینا که بودن بله. یا تو سفر استرالیا اینا، من منظور من این اسامی نیست، من منظورم این تلقی هاست. من منظورم باز کردن مطالب بیخاصیتی است که ضررش به مراتب بیشتر از نفعشه. بزرگترین ضرر بلافصل این موضوع روحیه این تیمی است که حالا شده وقتی آقای منصوریان، لا لا، شما راجع به این مربی روز اول اینجوری حرف میزنی، او وقت اون بازی کنی که قراره بره زیر دست این مربی بازی کنه، دیگه به قول اون آقای چی تره خورد میکنه، اطاعت نمیکنه. بله قربان، این درسته؟ شما که یه مربی هستی، شما که میگی ما عرق ملی داریم، عرق ملی این است که تو این مسائل رو تو خودت بریزی، بعد بری خصوصی توضیح بدی، نه بلا فاصله. بعد اصلا دلیلی نداره حالا یه مربی اصلا قهرمان اروپا شده بیاد به نتیجه خیلی خوبی برسه یا برعکسش. اینا در جمع‌بندیشون یقین به این رسیدن. سپاهان گفته من قلعه نوعی رو نمیدیم، دایی رو یه عده گفتن نیاد، یه عده گفتن بیاد، خیر گل محمدی و اینا هم که رفتن. شما رو هوا داری حرف میزنی، مگه منظورت خودت باشی؟ چی باید میآورد؟ وحید هاشمیان هم که سابقه مربیگری نداره، که اونم به خصوص در ایران، در نتیجه چیکار باید میکردن؟ ببخشید آقای جبار. خواهش میکنم. ببینید دقیقاً، ببینید من میخوام همینو عرض بکنم. شما فرمودید آقای رضا شاهرودی، آقای ایکس، آقای ایگرگ، شما وقتی میایید ایراد میگیرید، شما با همون فدراسیون، با همون اعضا شما کار کردید. اگر شما به یک سری اصول پایبندید و اعتقاد دارید و اون فدراسیون و اون مجموعه رو که شما رو دعوت به همکاری میکنه، نباید بپذیرید و برید زیر مجموعه اون فدراسیون کار بکنید. و حالا
اگر شما رو می اومدن انتخاب میکردن به عنوان کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران، اون موقع همه چی ایدئال بود. کسی که میگه آقا من وطن پرستم، کسی که میگه من عرق ملی دارم، باید از تیم ملیش به هر شکلی که میتونه حمایت بکنه. اگر هم نمیتونه، اگر سکوت بکنه بهتر از اینه هستش که چیزی رو که نمیتونه و مسائلی که در توانش نیست رو مطرح. و یه موقع هست شما نسبت به پروسه یک کار به اون مراحلش ایراد دارید، این میشه مطرح بشه. البته آیا این انتخاب اولین و آخرین انتخاب توی امسال بوده که در فوتبال ما به شکل عجیب و غریبی انجام شده؟ آیا این عجیب غریب نیست که یحیی گل محمدی تیم صدر جدول یه دفعه بگن ولکن بیا برو تو تیم پرسپولیس؟ آیا این عجیب غریب نیست که مربی که با باشگاهش دعوا کرده، اختلاف داره، رفته به تمام مسئولین اون باشگاه گفته، بعد حالا مربی جدید بگه من صبح تا شب با این مشورت میکنم، نظرشو میپرسم؟ It's a joke. ببخشید، اصلا شوخی این حرفا. ببخشید، آی کیو در فوتبال ما زیر ده هم نیست. یک تعداد اسم هیچ. یکی از عمده ترین دلایلش هم این است که ما هیچ موفقیت بین المللی به دست نیاوردیم به غیر از چند تا بازی قابل قبول در دوران آقای کیروش، اونم در تیم ملی فوتبال ایران. همین بوده 40 ساله گشتیم دور خودمون. بس آقا، این پروسه غلطی بوده، شکی در این نیست. اما آقا خواهش ازتون میکنن به همون که اعتقاده، مشکلات اون جامعه رو انقدر تنزل ندید به این که اسکوچیچ حالا مربی خوبیه یا بدیه. مشکلات اون جامعه رو درکش کنید، حسش کنید و هر قدمی که میتوانید بردارید از خود شروع کنید. آقا جباری یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اینم در اختیار جناب‌عالی که اگر صحبت پایانی دارید گوش میکنیم. با آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال کشورمون، با آرزوی موفقیت برای آقای دراگون اسکوچیچ سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران، امیدوارم به یه نقطه‌ای در زندگیمون برسیم که ظرفیت‌های خودمون رو در اون حد که شایستش هستیم نگه داریم و اگر کسی از ما جلوتر زد و کسی از ما بیشتر فهمید به تنگ نیاییم و اون رو مورد شماتت قرار ندیم. بنده یه جمله پایانی دارم و همیشه اینو تکرار میکنم: قرار نیست همه ی دنیا من رو دوست داشته باشن، پس باید حرف حقیقت رو بزنم بدون اینکه بترسم و از کسی فرار بکنم. ساعت و لحظاتتون خوش. بسیار ممنونم. در این دنیا یکی است که خدمت شما عرض کنم حتما منو خیلی دوست داره که این موقع صبح نشسته و مواظب برنامه است. سپاسگزاری از این بانوی بزرگوار. با همه شما تا فرصت دیگه که در خدمتون باشم خداحافظی میکنم و خدا نگهدار.